فیلم سینمایی مچ پوینت، نویسنده و کارگردان وودی آلن. برای دیدن معرفی فیلم و سریال های دیگه حتما کانال ما یعنی سوفیلم رو دنبال کنید. داستان فیلم درباره مربی تنیسیه که بین دوراهی عشق و ثروت قرار میگیره. فیلم مچ پوینت یکی از موفق ترین فیلم های وودی آلن هم در گیشه هم در بین منتقدینه و البته دارک ترین فیلمش هم هست. عقیده خیلی ها از جمله ما بهترین فیلمش هم هست. ژانر فیلم درام جنایی هست و برعکس اکثر کارهای وودی آلن شخصیت عصبی و مضطرب نداره و میزان کمدی فیلم هم خیلی کمه. فیلم مچ پوینت اول قرار بوده مثل اکثر فیلم‌های وودی آلن در نیویورک ساخته شه، ولی چون نتونستن بودجه مناسب براش پیدا کنن تصمیم میگیرن توی انگلستان بسازن و وودی آلن برای اینکه فیلمنامه با فضای انگلیس منطبق بشه مجبور میشه که بازنویسیش کنه و طی این تغییر و تحول‌ها کیت وینسل جاشو به اسکارلت جوانسن میده و اون هم یکی از به یاد موندنی ترین نقش‌هاشو توی این فیلم ایفا میکنه و خودش هم گفته که خیلی خوش شانس بودم که بعد از 2 سال بیکاری همچین نقشی به موقع به من پیشنهاد شد. فیلم با یه جمله فلسفی شروع میشه. ترجیح میدم خوش شانس باشم تا یک آدم خوب. The man who said I'd rather be lucky than good saw deeply into life. و همینجا تم اصلی فیلم معلوم میشه، یعنی شانس، چیزی که بارها تو فیلمای وودی آلن دیدیم و اینجا هم عنصر اتفاق و شانس به صورت موتیف‌وار در کل قصه جریان داره. تلفیق این مونولوگ زیبا همراه تصویر توپ تنیس که به لبه تور میخوره و معلوم نیست کدوم ور میفته یک شروع بی‌نظیر رو برای فیلم همراه داره. And for a split second it can either go forward or fall back. کریس فیلتون یک مربی تنیسه و معتقده که هیچ وقت نمیتونسته مثل آندره آقاسی یک تنیسور بزرگ شه، چون مهم نیست که چقدر تلاش میکنه، مهم اینه که شانس آندره آقاسی رو نداره. Constant traveling and I was never going to be Rozeski or Agassi. در فیلم نشون داده میشه که کریس در حال خوندن کتاب جنایات و مکافات اثر داستایوفسکیه و احتمالاً ایده کشتن معشوقش رو هم از همینجا میگیره. شخصیت کریس مثل شخصیت راسکولنیکوف در رمان جنایات و مکافات داستایوفسکیه و همینطور شباهت داره به فیلم قبلی خود وودی آلن، یعنی جنایات و بزهکاری ها. قربانی بعدی من کیه؟ این دیالوگ جذاب ترین حالتیه که میتونست برای ورود نولا با بازی اسکارلت جوانسن به فیلم باشه. So, who's my next victim? You? کریس و نولا موقع بازی تنیس روی میز با هم آشنا میشن. همون جایی که نولا انگار فقط با مردها بازی میکنه و انگار همیشه برنده است. در اصل این بازی تنیس روی میز به عشق تشبیه شده که کریس برخلاف باقی مردها به جای دفاع حمله میکنه و نولا رو شکست میده. اتفاقی که آخر فیلم هم سر عشقشون میاد. انگار در فیلم همه در نگاه اول عاشق میشن. مثل کلوی و کریس. و یا کریس و نولا و حتی تام به نولا که در اصل میشه گفتین که نظریه فیلم اینه که عشق هم یک جور شانسه که اتفاقی یه آدمی رو میبینی و بهش علاقه‌مند میشی. از دلایل شکل‌گیری رابطه کریس و نولا علاوه بر خب جذابیت نولا میتونه این باشه که هر دوتاشون خارجی بودن، یکی ایرلندی یکی آمریکایی، و حس قربت مشترکی با هم داشتن و یکیشون بازیگر ناموفقی بود و اون یکی تنیسور ناموفق. ولی یه تفاوت بزرگ با هم داشتن، اینکه کریس شانس ساش ولی نولا نه. تام و نولا جایی از فیلم دارن درباره اینکه چه ماشینی بخرن بحث میکنن. حالا نولا که در یک کشور مدرن بوده دنبال یک ماشین کلکسیونی قدیمیه و تام که در یک خانواده سنتی انگلیسی بزرگ شده دنبال یک ماشین مدرن میگرده. When we're married, we'll collect vintage cars. Just as long as I can have a DB9 with all the trim. Okay? در اصل میخواد بگه که هر کس دنبال چیزیه که نداره. دقیقاً مثل رابطه‌ای که بین کریس و کلوی هست. ولی چشم کریس دنبال نولاست. در اصل منظور فیلمساز اینه که عشق یعنی دنبال چیزی باشی که نداریش. مفهوم شانس در سر تا سر فیلم جریان داره و جایی هم اشاره میکنه به نظریه داروین که کل هستی رو یه جورایی شانسی و اتفاقی میدونه. Confirming more and more that all existence is here by blind chance.
گفته میشه که کریس اصلا تیرانداز خوبی نیست و پدرزنش میگه که ما ازش یه شکارچی خوب میسازیم. حالا میشه همینو ربط داد به آخرای فیلم، جایی که کریس به خاطر پیشنهاد پدرزنش به خاطر معامله با ژاپنی ها روی عشقش با نولا پا میذاره و ایده کشتنش به سرش میزنه. حتی میشه گفت یه جورایی میخواد بگه که در پس معاملات بزرگ چه جنایاتی نهفته است. You'll have to be prepared to cash flow the first 6 months. Is that right, Chris? A half year? Yes. A half year should do it. حتی پلیس هم توی معادلات خودش برای کشف داستان قتل به سراغ شانس میره و میگه که نولا به خاطر اینکه بد شانس بوده و مقصر کارخونه اومده و کشته شده. Because they saw a chance to make an additional score. Poor unsuspecting soul came out at the wrong moment. اگر دقت کرده باشید در جایی از فیلم یکی از نقاشی‌های معروف بنکسی، هنرمند گرافیتی انگلیسی رو می‌بینیم. صحنه ای که کریس حلقه دوزی رو میخواد بندازه تو رودخونه دقیقا آدم رو یاد سکانس اول فیلم میندازه، یعنی توپ و تور. اما به نظر میاد که اینجا توپ تو زمین کریس میفته و اون بازنده است. و دقیقا در سکانس بعدیش هم میبینیم که پلیس دفترچه خاطرات نولا رو پیدا کرده و کار کریس حسابی بیخ پیدا کرده. اما فیلم به ما نشون میده که شانس همیشه اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم، چون ما فکر کردیم که کریس چقدر بد شانس بوده که اون حلقه نیفتاده تو رودخونه، ولی بعدن میفهمیم که همین باعث نجات کریس میشه. سکانسی که کریس با روح‌های مقتول‌هاش صحبت میکنه شاهکاره. در اصل یه مناظره میکنه باهاشون تا راضیشون کنه و بتونه از زیر بار عذاب وجدان خلاص شه. You can learn to push the guilt under the rug and go on. در سکانس آخر برای اون بچه‌ای که تازه متولد شده دعا میکنه و اون دعا هم در رابطه با تم داستان. مهم نیست که موفق باشه، امیدوارم خوش شانس باشه. You know, I don't care if he's great. I just hope that he's lucky. که البته اگه شانس هم ارسی باشه، این بچه مثل پدرش که خوش شانس ترین شخصیت فیلم خوش شانس میشه در آینده. نکته جالب فیلم غیر قابل پیش بینی بودن سرنوشت کاراکترهای فیلمه و فیلم میخواد نشون بده عدالتی در کار نیست، وگرنه خب راز کریس برملا میشد. طبق دیدگاه وودی آلن در دنیای واقعی نه خدایی وجود داره، نه مجازاتی و نه حتی عشق میتونه به انسان کمک کنه. این فیلمی ارزشمند در توصیف بیرحمی زندگیه. آلن یک یهودیه ولی تو فیلمهاش یهودیت و به طور کلی دین رو به سخره میگیره. در اصل اون یک آتئیسته، یعنی یک خدا ناباور، و اینو بارها در فیلمهاش و حتی در مصاحبه‌هاش هم گفته. نگاه وودی آلن به جهان و زندگی جزو لاینفک فیلمهاشه و به شدت به موضوع مرگ و عشق نگاه عمیق و فلسفی داره. همونطور که خودش میگه عاشق نویسندگیه و هیچی براش از این خوشحال کننده تر نیست که یه بسته کاغذ رو باز کنه و با ماشین تحریرش پرشون کنه. فیلم مچ‌پوینت نامزد بهترین فیلمنامه در جشنواره اسکار شد و کلا وودی آلن با 16 بار نامزدی در این جشنواره یه رکورددار محسوب میشه. خودش گفته بهترین فیلمهاش روز بنفش قاهره، خاطرات استارداست و همین فیلم مچ‌پوینت که نزدیکترین فیلمها به نگاهش به زندگی هستن. وودی آلن الان چیزی حدود 90 سال سن داره و بیشتر از 60 سال هم هست که داره فیلم میسازه و حدود 50 تا فیلم تا حالا ساخته. وودی آلن کار خودش رو با طنز نویسی و استنداپ کمدی شروع کرد و جالبه که هنوز هم یکی از 100 چهره برتر استنداپ کمدی در دنیاست. وودی آلن در استنداپ کمدیاش از تجربه های زندگیش استفاده میکنه و البته توی فیلم هاش هم همینطوره. در اصل فیلم هاش انگار یک اتوبیوگرافیه و معمولا خودش هم تو فیلم هاش بازی میکنه و یک کاراکتر روشن فکر و عصبی و مضطرب رو از خودش به نمایش میذاره. ما فیلمایی که خودش بازی کرده رو بیشتر میپسندیم. البته در فیلم مچ پوینت خودش بازی نکرده و چقدرم کار خوبی کرده. آلن یکی از فیلمسازهای جنبش هالیوود نو هستش که یک جنبش پسا کلاسیکه که توی اون فرمهای کلاسیک رو شکستن و با فرمهای خاص و جدید فیلمسازی کردن. مارتین اسکورسیزی،
رابرت آلتمن و سیدنی لومت هم از پیشتازان این سبک فیلمسازی هستند. آلن همچنین کارگردانی تئاتر هم میکنه و نمایش‌های محبوبی مثل آب نخور و دوباره بنواز سم رو در برادوی کارگردانی کرده که محبوبیت زیادی هم داشته و در بعضی فیلم‌هاش از جمله فیلم گلوله‌ها بر فراز برادوی که یکی از بهترین فیلم‌هاش هم هست به فضای تئاتری پرداخته. جالبه بدونید میا فارو در 13 تا از فیلم‌های وودی آلن بازی کرده و این خودش یه رکورد محسوب میشه. میا فارو و دایانا کیتون هر کدوم در دوره‌ای پارتنر وودی آلن بودن که هر دو در خیلی از فیلم‌هاش هم بازی کردن. وودی آلن همچنین طرفدار پروپا قرص موسیقی جازه که اینو دیگه از همه فیلم‌هاش میشه فهمید. اون نوازنده کلارینته و انقدر به موسیقی جاز علاقه داره که اسم هنری خودش رو از نوازنده معروف کلارینت یعنی وودی هرمان الهام گرفته. جالبه بدونید که راجر ایبرت منتقد معروف سینما به آلن لقب گنج سینما رو داده و ما هم امیدواریم تا موقعی که این گنج زنده است فیلم بسازه و ما کیف کنیم.